بسیاری از مدیران با سابقه معتقدند علی اسکری با توجه به جایگاه صدا و و نفراتی که می توانستند در این جایگاه قرار گیرند جزو اولویت های این سازمان نبوده اما وضعیتی به وجود آمده که منتهی به استعفا یا بر کناری سرافراز شد بررسی های از نشان می دهد. بسیاری از جابجایی ها در حوزه های مدیریت شبکه ها و نیز مراکز استانی تعلیق شده است تا جایی که برخی اخبار غیر رسمی و تایید نشده دلالت بر این موضوع دارد که تا دا تکلیف ریاست سازمان معلوم نشده هر گونه جابجایی ممنوع به گزارش آفتابی یزد، نخستین بار اواخر تابستان 99 بود که شنیده شد برخی از مدیران شبکه های سیما منهای حوزه استحفاظی علی فروغی و دوستان در حال جابجایی هستند این شنیده ها حاکی از آن بود که با انتقال برخی از مدیران مراکز استانها به ساختمان جامع جم مدیریت در حوزه مراکز استانی نیز دستخوش تغییراتی خواهد شد این اخبار به قدری شیو پیدا کرد که برخی از مدیران بعضی مراکز در تلاش بودند تا با مدیران فعلی مراکزی که قرار بود به آنجا منتقل شوند ارتباط گرفته و از کم و کیفیت کار در آن مراکز آشنا شوند ما این موضوع ناگهان در محاق رفت و دیگر خبری از آن شنیده نشد شبکه ها اخبار و شنیده ها دلالت بر جا به جایی هایی داشت که حتی برخی از نفرات مورد نظر در رسانه ها نیز از آنها نام برده شد و ما با مسکوت ماندن دوباره این جا به جایی ها و پیگیری به انجام رسیده متوجه شدیم همه این جابجایی ها پس از انتخابات ریاست جمهوری 1400 موکول شده و اما این روزها اخبار و شنیده ها می گوید تا تکلیف ریاست سازمان معلوم نشده هر گونه جا به جایی ممنوع. اگرچه بسیاری از مدیران با سابقه معتقدند علی اسکری با توجه به جایگاه صدا و سیما و نفراتی که می توانستند در این جایگاه قرار گیرند جزو اولویت های این سازمان نبوده. اما وضعیتی به وجود آمده که منتهی به استعفا یا برکناری سرفراز شد. تقریبا این سازمان عریض و طویل را در برابر یک عمل انجام شده قرار داد اما همان عده میگویند ریاست علی عسکری بر این سازمان در حکم رؤسای دوران انتقالی است و بعد تفیز حکم رئیس جمهوری در 13 مرداد 1400 نوبت به انتخاب مدیر این سازمان خواهد رسید. پس اگر این روزها برخی گمان زنی ها در بعضی رسانه ها دیده می شود به این دلیل است که احساس می شود پایان معموریت علی اسکری نزدیک است. اما رئیس جدید با توجه به تجربه تلخ سرفراز با احتیاط انتخاب خواهد شد. بر اساس بررسی ها، دو نظر و عقیده در این حوزه وجود دارد یکی اینکه رئیس بعدی سازمان صدا و سیما از میان مدیران همین سازمان انتخاب خواهد شد اما مدیری که بیش از سیاسی بودن علمی اجتماعی و آشنا به تمامی ابعاد این سازمان باشد این عده اگرچه تلاش دارند علی فروغی را مطرح کنند اما به نظر می رسد این مدیر جوان برای نشستن بر این صندلی مهم حال حاله ها باید صبوری پیشه کند. در کنار این عده برخی که به سازمان صدا و سیما به غلط سیاسی و حزبی می نگرند نیز معتقدند اگر فرضیه یک دست شدن قدرت ریشه در واقعیت داشته باشد به طور طبیعی علی فروغی با صاحبان قدرت در زمان حال چندان زاویه ای ندارد اما این ادعه قطعا متوجه نیستند فرد مورد نظر برای ریاست بر سازمان صدا و سیما صدها ویژگی باید داشته باشد که یکی از آنها نیز زاویه نداشتن شاید نباشد. فارغ از این مسئله چنین به نظر میرسد بزرگان نظام تصمیم گرفتند در کنار انتخاب و انتصاب های اخیر صدا و سیما را از تبدیل شدن به اتاق فکر یک جبه و جناه نیز خلاصی بخشند و روزهای آرام و منطقی تری را پیش روی این سازمان قرار دهند که با این تفاصیر گزینه به نام علی فروغی چندان شانسی ندارد. در سازمان چندین و چند چهره شاخص از جمله علی دارابی از مدیران با سابقه در این سازمان نیز حضور دارند که عملا در گمان زنی هایی که عمدتا توسط سیاسی ها انجام شده جایی ندارد اما افراد و شخصیت هایی در حد علی دارابی نیز هستند که فعلا نامی از آنها برده نشود بهتر است. و اما اگر بنابر عقیده ی آن عده که مدیر بعدی سازمان صدا و سیما را یک چهره سیاسی شناخته شده میدانند آن وقت است که ریز و درشت هایی به صف خواهند شد از علی لاریجانی و رحمانی فضلی گرفته تا سفر هرندی و حتی عزت الله زرقامی و البته چند چهره دیگر که انگار پای ثابت لیست های گمان زنی شدند و اما در این لیست اگرچه وزن و جایگاه علی لاریجانی در مقایسه با دیگر گزینه ها تقریبا غیر قابل قیاس است اما نزدیکان علی لاریجانی به طور قطع این موضوع را رد کرده و استدلالشان نیز این است که بازگشت به صدا و عملا به صلاح علی لاریجانی بعد جریانات عدم احراز صلاحیت و نظایر آن نیست چهره دیگری که البته عنوان کردن وی را بیدلیل نیز نمیدانیم چون سابقه کار در صدا و سیما را دارد عبدالرزا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی است چهره ای که اگرچه پررنگ است اما شانس بسیار اندکی برای او قائل هستند زیرا حداقل از جانب هسته های اصلی قدرت در صدا حمایت نمی شود. نفر دیگر صفار هرندی است چهره ای که معلوم نیست چرا هر بار که گزینه سازی می شود نامی از او نیز به میان می آید اما در بین نام هایی که از طایفه سیاست عزم ریاست بر سازمان صدا کردن نیز دیده می شود. از عزت که آمده بود زیر میز بزند نیز نام بودند کسی که این مسیر را قبلا پیموده است و شاید رسم نباشد یک نفر بعد از انقطاع ارتباط با یک سازمان دوباره مطرح شود اما جماعت گمانساز برای معرفی کردن فرد مورد نظر خود تقریبا به هر اسم با و بی ربطی چنگ خواهند انداخت از گزینه ها که امیدی بر نخواست چنانچه گزینه ها همین باشد باید گفت ریاست علی اسکری مستدام خواهد ماند اما اگر خبرها مبنی بر گزینه های بیرون از دایره سیاست باشد باید گفت در روزهای آینده نامهای بیشتری به میدان خواهد آمد نامهایی که حتی اگر کمتر شنیده شده باشد نیز از شانس بالایی برخوردار هستند قطعی برق در کشور که به طور گسترده و مداوم در حال رخ دادن است مردم را درگیر مشکلات ریز و درشت بسیاری نموده و کشور عملا در تعطیلی هفته درصدی به سر میبرد برد. برق طی روزهای گذشته در بیمارستانها باعث شد تا صحنه های تراژدیک و دردناکی از بیمارستانهای سراسر کشور به بیرون راه پیدا کند مرگ بیماران در اتاقهای مراقبتهای ویژه و اتاقهای عمل قلب هر انسان و هر بیننده ای را به درد میآورد و هیچ کدام از مسئولان نیز پاسخگوی خانواده های متوفی نمی باشد. کشور به حال خود رها شده و مردم در مشکلات دست و پا میزنند و حاکمیت به فکر موشک در عراق و سوریه می باشد. سپاس از اینکه کانال زندگی ایدئال رو انتخاب کردین. فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید. پیروز باشید و تندرست.